تغییر پیام اعترافهای اجباری از مرا شکستند شما بترسید به حکومت استبداد دینی شکسته است و من و ما در مقاومت و مبارزه تنها نیستیم. اعتراف های اجباری با نمایش چهره های شکسته از شکنجه ابزاری گاه مؤثر بود، اما به دورانی که به ندرت و بر برخی کسان تحمیل می شد، به زمان سلطه بی منازع سانسور در دوران پیش از اینترنت و ماهواره، به دوران رکود مبارزه مردمی و سلطه خفقان و ناآگاهی و بدان روزگار با شکنجه کسی را می شکستند، برخی را می ترساندند، هواداران خود را قانع می کردند. اما اکنون زمان دگرگون شده است. حکومت دینی ناتوان از پاسخگویی به این دگرگونی ها، رو در رو با جامعه ملتهب و اعتراض های گسترده لایه های گوناگون مردم، اعتراف های تحمیلی را بر همه لایه های جامعه اعمال می کند، آن هم در دوران اینترنت و ماهواره که امکان اطلاع رسانی و روشنگری هاست، به دوران هماهنگی بودن مقاومت و مبارزه سرزنده مردمی، به دورانی که اکثریت مردم حتی هواداران اندک حکومت از دروغین و تحمیلی بودن آن آگاه هستند و اعتراف های تحمیلی اکنون به ضد خود بدل شده است. پیام هر اعتراف اجباری اکنون چیزی نیست جز آن که مقاومت و مبارزه مردمی هماهنگی شده و ادامه دارد. استبداد دینی در توجیه وجود خود درمانده است و راهی جز دروغ آشکار، دگردیسه کردن و انکار واقعیت ندارد. اکنون هر اعتراف اجباری حاوی این پیام است که نه قربانیان شکنجه جسمی و روحی روانی که حکومت استبداد دینی است که در هم شکسته و چون حیوان درنده زخمی و آگاه به مرگ خود به همه سو حمله می کند و از همه چیز و همه کس و بیش از همه از مرگ ناگزیر خود می ترسد. اکنون چهره هر مبارز در هر اعتراف اجباری نشانه آن است که او هم در کنار ما مردم بود و هست. ما مردم تنها نیستیم و تا رهایی با هم ادامه می دهیم. اکنون کارکرد و پیام اعتراف های اجباری را نه حکومت استبداد دینی که مردم تعیین می کنند. دلنوشته ای از فرج سرکوهی، زندانی سیاسی سابق، نویسنده و روزنامه‌نگار.